هیکونه آکیدا، یک شیمیدان ژاپنی که در دانشگاه توکیو پروفسور بود. این پروفسور یک خصوصیتی داشت که باعث معروفیتش بین همکاراش شده بود و اون این بود که هیچ جایی به غیر از خونش دوست نداشت غذا بخوره. بهش میگفتن حالا یه چیزی بخور، میگفت گرسنه‌ام باشم اشکال نداره، منتظر میشم تا برسم خونه. سالها از این داستان میگذره تا اینکه خود پروفسور به فکر میفته. میگه راستی چرا همه دوستای من همه جا غذا میخورن اما من باید حتما برم خونه؟ چرا غذاهای دیگه به نظرم خوشمزه نمیاد؟ خیلی کنجکاو شد یه روز خونه بمونه و ببینه زنش چجوری غذا درست میکنه و چیکار میکنه که اینقدر این دوست داره. اون کنار زنش ایستاد تا غذا درست کرد ولی دید کار خاصی نمیکنه. اما اون یادش افتاد که خانومش قبل از اینکه پختن غذا رو شروع کنه یک قابلمه آب گذاشت و یک گیاه هم انداخت توش و بعد از چند دقیقه گیاهو درآورد و انداخت دور. پروفسور آکیدا خیلی کنجکاو شد که ببینه این گیاه چیه. این گیاه یک جلبک دریایی بود به اسم کتانجک که به انگلیسی بهش میگن کل. پروفسور دید این چیز عجیب غریبی نیست و خیلی از ژاپنیا تو غذاشون میزنن که خوشمزه تر بشه. پروفسور شیمیدان بود و نمیتونست از کنار یک همچین چیزی همینطوری رد بشه. برای همین یه مقدار از اون گیاهو برداشت و رفت توی آزمایشگاه. پروفسور آکیدا متوجه شد که داخل این جلبک مولکول‌هایی وجود داره به نام گلوتامیک اسید که یک اسید آمینه به حساب میاد. اون با پژوهش‌هایی که کرد متوجه شد داخل شیر مادرم این مولکول وجود داره، فراوونم وجود داره. پس اولین چیزی که یک بچه به دهنش خوشمزه میاد گلوتامیک اسیده. آقای آکیدا اینو متوجه شد که انسان‌ها طوری فرگشت کردن که گلوتامیک اسید براشون خیلی خوشمزه به نظر میاد. پروفسور آکیدا متوجه شد که چیزهایی که به نظرمون خیلی خوشمزن پر از گلوتامیک اسیدن. در غیر این صورت به نظر ما خوشمزه نخواهند بود. پنیر، گوشت، ماهی، قارچ و خیلی خوراکی‌های دیگه پر از گلوتامیک اسیدن. برای همین هم هست ما دوست داریم بخوریم. توجه دارین که سال 1907 که پروفسور آکیدا داره این آزمایش‌ها رو می‌کنه. در اون زمان 4 تا مزه اصلی شناخته شده بوده. یکی تلخ، ترش، شور و شیرین. پروفسور گفت باید یک مزه دیگه اضافه کنیم. مزه اومامی که به ژاپنی یعنی خوشمزگی. به نظر میاد داستان اینجا تموم شد اما نه، تازه شروع شد. چون پروفسور آکیدا گفت من باید این گلوتامیک اسید رو از این جلبک بکشم بیرون و خالصش رو به دست بیارم و شروع کرد به فعالیت. اون خیلی هم سریع به موفقیت رسید، یعنی گلوتامیک اسید خالص رو جدا کرد و توی آزمایشگاه تبدیلش کرد به یه چیزی مثل نمک. روش هم اسم گذاشت مونوسودیوم گلوتامات که اینم فرمول شیمیاییشه. اسم مونوسودیوم گلوتامات چون اسم طول و درازی بود کوتاهش کردن، گذاشتن MSG. MSG رو باید اسمشو شنیده باشید یا اینکه خونده باشید، چون روی خیلی از بسته های مواد غذایی نوشته شده که مثلا چقدر MSG داخلشه. مثلا کیسه چیپس خوشمزه سا نه؟ چون پر از MSGه. شاید باور نکنید اگر MSG نداشته باشه اصلا نمیتونید به اون راحتی بخورین و احساس رضایت کنین. یعنی در اصل یک خمیر سیب زمینی به درد نخوره ولی MSG خوشمزش میکنه و تبدیلش میکنه به یک مادهی که اعتیاد آوره. پس MSG یا مونوسودیوم گلوتامیت خیلی بده برای انسان، درست؟ چون مثلا بعضی از غذاهایی که ادعای سلامتی دارن روش نوشته MSG نداره. پس یعنی MSG برامون بده؟ نه، موضوع پیچیده است. نمیتونیم همینجوری بگیم برامون بده یا خوبه، چون مشکل اصلی MSG نیست. مشکل اصلی اون غذاییه که این ماده MSG رو داخلش داره. مونوسودیوم گلوتامات یا مخففش MSG ماده مهمیه که بدن احتیاج داره و انسان از روزی که به دنیا میاد شروع میکنه MSG خوردن.
در سال 1968 تو آمریکا یه چیزی سر زبون‌ها افتاد که باعث شد MSG معروف بشه، اونم با عنوان یک چیز بد. اون موقع همه میگفتن رستوران‌های چینی نرین چون تو غذاهاشون MSG داره، ولی بیشتر مردم اصلا نمیدونستن که MSG چیه و خوبه یا بده. اون موقع هر روز یک مقاله چاپ میشد که MSG سردرد میاره، مرض قند میاره، فشار خون رو میبره بالا و خیلی چیزهای منفی دیگه. این حرفا باعث شد که اسم MSG بشه یک سم خطرناک. اصلا اسم MSG هم تو خبرها مهندسی شده بود چون مخفف اسم شیمیایی این ماده بود، مونوسودیوم گلوتامات یا MSG. مثل این که به نمک بگیم سودیوم کلوراید، یعنی اسمشو یه خورده ترسناک کنیم. MSG هم همینطوریه. اسم اصلی که ژاپنیا رو این گذاشته بودن آجینوموتوه. ولی یک سوال پیش میاد، چرا میگن این ماده آدمو معتاد میکنه؟ مغز انسان طوری تکامل پیدا کرده که این MSG رو دوست داشته باشه، چیزی که باعث خوشمزگی مرغ، ماهی، گوشت، شیر مادر، گوجه، تخم مرغ و خیلی از غذاهای طبیعی دیگه که پر از پروتئینه وجود داره. اما مثلا تو چیپس وجود نداره، تو غذاهای فست فود وجود نداره، تو نون سفید که برای انسان سمه وجود نداره و خیلی از چیزهای مضر دیگه. البته به صورت طبیعی وجود نداره. به چیپس MSG اضافه میکنن که اون خوشمزگی که شما زیر دندونتونه و اون طور فرگشت کردی با خوردن چیپس بیاد تو دهانتون و از خوردنش لذت ببرید. در اینجا وقتی چیپس حاوی MSG رو میخوریم، در اصل داریم مغزمون رو گول میزنیم که ما داریم یک ماده مغذی پر از پروتئین رو میخوریم که برامون عالیه. برای همین انسان دوست داره تا ته چیپس بخوره، یک غذای مضر برای بدن که توسط MSG داخلش مغز رو داریم فریب میدیم که فکر کنه این یه چیز خوبیه و از خوردن دست نکشه. اگر MSG به شکلی که الان هست وجود نداشت و نمیشد تو غذاهای مختلف زد، هیچ فست فودی نمیتونست غذاشو بفروشه، هیچ چیپسی خریدار نداشت چون اصلا قابل خوردن نمی شدن. اگر کسی هم به زور می خورد، یه بار برای همیشهش بس بود. پس بدن ما از غذای بنجل خوشش نمیاد، ولی ما خوشمون میاد و میگیم خیلی هم خوشمزه است، در صورتی که اون MSG داره مغزمونو گول می زنه. لیست بنجل ترین غذاهایی که MSG داره تو این وبسایت هلث لاین چاپ شده که شماره یکش فست فوده، انواع چیپس، غذاهای یخزده آماده است، سوپهای آماده، گوشتهای فراوری شده مثل سوسیس و کالباس و غیره، سوسهای مختلف، رشتههای بیکیفیت و ارزون مثل نودل، پر از MSGه. پس اینو فهمیدیم که کارایی امروزه MSG اینه که غذاهای بیکیفیت رو خوشمزه کنه به طوری که مغز ما گول بخوره. MSG برامون بد نیست. اون چیزی که بده اون ماده غذاییه که به توسط MSG خوشمزه شده. MSG رو همه جا میشه خرید. شکلش هم گفتیم مثل نمکه. سودجویان میخرن و میریزن رو غذاهای بنجل. اما مردم هم میخرن برای اینکه غذاشون رو خوشمزه تر کنن. در اصل همسر پروفسور آکیدا هم همین کارو میکرد. اون یک غذای سالم رو خوشمزه تر میکرد، نه اینکه یک غذای بیکیفیت رو خوشمزه کنه. MSG امروزه به عنوان یک ادویه خوشمزه کننده شناخته میشه که با فلفل و نمک و اینجور چیزا میزنن به غذا. اما اگر به یک غذای بیکیفیت بزنن، اون دیگه میشه کلاهبرداری.